سلام، امیدوارم که هر جا هستید خوب و تندرست باشید. مسابقات فیتنس چالنج کاپ آسیا رو می‌بینید. این مسابقات داره توی زمین اسکیت مجموعه ورزشی المپیک برگزار میشه و میبینید که لاین مسابقات درست وسط زمین. 5 4 3 2 1. خب 2 دقیقه اول تمام کردن، رفتن برای 2 دقیقه استراحت. میبینید که ایستگاه اول هم اینجاست. اول آقای گرزی بره برای بلکی آقای محضی ها بیداره. بعد استپ ددلیفت، لانچ و کل لاین رقابت فیتنس چالنج کاپ آسیا رو دارید میبینید. آفتاب هم غروب کرده، هوا هوای بسیار مناسبیه و از اون گرمای دیروز که بچه های داوری واقعا اذیت شده بودن، همینطور ورزشکارا بالاخره عادت نداشتن 25-6 درجه. خبری نیست، جای همتون خالی، نورم که عالی. یه نمای کلی از محبته رقابت داشته باشیم با هم دیگه دوستان. فضایی که میبینید یه زمین اسکیت هست در واقع که رقابت داره اینجا برگزار میشه و عرض کردم کل لاین مسابقه به صورت خطی اینجا قابل مشاهده است. من میرم بالای سکوهایی که قراره بعدن نفرات اول و دوم بیان برای شما یه نما از این بالا هم داشته باشم. 30 ثانیه مونده تا رقابت دور بعد شروع بشه. هر کدوم از بچه ها یه ایستگاه میدن جلوتر. عرض کردم شروع از اینجا هست. اسکیت مزد میخوام ایستگاه اول رقابت. 5 4 3 2 1 شروع شد و مثل همیشه خب تماشاگرم نداریم، همه ورزشکار و شرکت کننده هستن و تیم هایی که تو جزیره کیش حاضر شدن تا تو این رقابت شرکت کنن. نکته جالبش هم اینجا اینه که آقای محمد بلاسی که پسر استاد بلاسی هم هست داور ایستگاه اوله و داره حرکت هایی که به اصطلاح انجام میشه رو میشوره اینجا. باکس داور فکر میکنم سوری باشه. 1 دقیقه اینجا هم تایمر رو میبینید که داره میشماره. آقای دکتر سلام، من گزارشام بگیرم بعدن دیگه نزدیک نشیم. چطور بوده؟ چند نفر شرکت کردن دکتر؟ والا حدود بله 40 نفر. رکوردا خوب بوده نسبت به کشوری خودمون؟ میتونم رکورد جهانی بزنم. جدی؟ خب این خیلی خبر خوبه. مجموع چند تا بود تو جهانی؟ 300 و 300. خب دکتر سلطانی هم اومد توی محبته رقابت، محمود لالگون، آقای مشتاق نوترکی، دستیل امانی. 5 4 3 2 1 و رفت توی 2 دقیقه استراحت و مجدداً یه تایم استراحت رو دارن. میبینید که واقعا
اینم چهره قهرمان کشور ها، دست کم نگیرید. ببین چه فشاری رو تحمل کرده. باری کلا باری کلا. این برم ورزشکارا دارن خودشون رو آماده میکنن، تیمای مختلف. الدو آوار یو الدو I'm fine and you? Thank you my bro. سلام سلام به روی ماهت. What's going on? I'm fine. I feel too much energy. When you go to the computer? Later? Uh-huh. Later I go to the beach. They don't say about time to you? How long take you go to the company? I come back to Monday. Monday. Okay. Okay. Have a great time. Salam for Iran. سلام پر ایران. اوکی خیلی هم الدو از مکزیک اومده، یعنی با پرواز اومده ایالات متحده، از ایالات متحده اومده اسپانیا، از اسپانیا اومده اینجا. 30 yeah 3 days. No your age 30. My age 37. 37 yeah. این انقدر که میبینید بشاش و صورت جوانی داره، 37 سالش هم هست، واقعا با انرژیه. Have a great time. Thank you. خب این تنها شرکت کننده است که از منطقه خودمون نیست، از مکزیک اومده. و این طرف هم بقیه ورزشکارا 5 ثانیه از دور میز منشی لطفاً عزیزان دورشن. دوباره یه دور دیگه رقابت شروع شد، 2 دقیقه رفتن جلو دیگه، هر کدوم یه ایسکا چنج میکنن میرن مرحله بعد. خب آقا ما اشتباه اومدیم، بیا شما کاتگوری رو عوض کردید. آقای حاتمی، لاله‌گور، امانی، نوترکی و آقای مسکوت، چه خبر؟ امروز بیلدینگ چه خبر بود؟ خوب بود؟ راضی بودین؟ قضاوت‌ها چطور بود به نظرتون؟ ما که یه ذره سر دسته مثبت 100 جا خوردیم، حالا نه اینکه جا بخوریم، ولی خب انتظارش مثلا مثل چون صمدی مقام آورده بود گفتیم احتمالاً دوباره همینجوری میشه، ولی انگار یه مقدار سیستم داوری متفاوت بود. داوری یه امتیاز منفی به آقای صمدی دادن. بله. اشکال فنی داشت. آها. یه استپ اومد پایین. آره که به خودشون هم گفتن ایراد. خیلی خب. آقای نوترکی، تالا با چالش از نزدیک خودتون چالش داشتین یا نه؟ اولین بار میام. جدی اولین باره؟ ولی خب خوبه ولی آره نفس میتونی ماشاءالله خیلی سنگین رشتش. شلوغ ولی یه تست میگرفتیم از شما بزرگان. آقای حاتمی هم که امروز شکر میکردم با میلاد اول بودیم، خدا وکیلی. آقای حاتمی بینیدم، آقای حاتمی حالا سوای رکوردش امروز رو استش خیلی حال کرد، دیروز هم سامان الفتی بود، همین اتفاق افتاد، تبریک میگیم بهش. چه خبر؟ والا برای ما که خیلی 14 ثانیه. لانچ فقط تا خط قرمز بده. بعد نظر ما بود بهترین مدارا رو گرفتن. خدا رو شکر. 5 ثانیه. 4 3 2 1 ولی به نظرم سرجام که تو مسابقات کامل و جامع بود با کیفیت خیلی بالا. حالا کمیتش آره تعداد چند خیلی از پیجا خیلی از مردم میگن که تعداد زیاد نبود، ولی این چکیده بدنسازی ایران تو بهمن اصلا کمیت و کیفیت دوتا مقوله متفاوته دیگه. آره. یه وقت از یه اسج خیلی مهمه. آقا شما یه اسج میبینی 5 نفر میان، مثلا آرنولد کلاسیک همه تا بون دندان مسلح به عضله دیگه. مسلما این چکیده بدنسازی ایران تو امسال تو مسابقات بهمن ما بود. خب خدا رو شکر. خدا رو شکر. سوال دوم، الان اومدی رأس هیئت، قرار اتفاقای جدیدی بیفته یا نه؟ شما حرفه‌ای مسابقه دادی، آماتور مسابقه دادی، همه چی رو تجربه کردی. همیشه میگم سالی که نکوست از بهارش پیدا. خب اولین کاری که کردم با همانگی که با استاندار کرمانشاه و مدیر کل کرمانشاه انجام دادم برای میزبانی تابستان کرمانشاه یه قدم برداشتیم، رئیس فدراسیون هم که لوس داشتن رفت کردم. حالا اولین گام اینه که کرمانشاه میزبان مسابقات تابستان باشه. به به ادامه من دوست ندارم شعار بدم، اول اینو انجام میدیم، کارای
تیمای دیگه هم قطعی شده پس. خب از همینجا مشتاش میدیم به بچه‌ها که تابستون کرمانشاه همون باختران سابق درسته؟ یه جایی که واقعا زمان جنگ داریم همه بگیم کرمانشاه. حالا من چون بچه بودم یادم دایم سرباز بود به اونجا میگفتن باختران و یادمه که همیشه هم زیر بمبارون بود. یعنی لحظه مردم اونجا آسایش نداشت. جنگ زدن واقعا خیلی خوبه که خیلی از مسابقات کرمانشاه باشه. ما ورزش اولمون خوشی بود قبلا. بله. ولی الان چند سال یه ورزش اول در کرمانشاه و استان کرمانشاه 15 سال ورزش بدن سازی شده و دیجاها هم که زیاد شده خیلی خوب شده. آخ آقای آتنی ژنتیک بتونه توی ورزش باشه. ژنتیک کم نداره. حق هم داره اگه ورزش اول شده باشه. هر به کشور خوب خیلی زیاد داره. آره. امیدوارم و این نشون میده که بچهای کرمانشاه و بچهای غرب کشور همگی از ژنتیکای مثل کوه برخوردارن. خیلی هم عالی. خیلی ممنونم از روحیه خوبتون امروز. من همیشه یه تصویری از شما تو ذهنمه، اونم عکسیه که با آقا بیت الله خدا بیامرز داری، همیشه اون تو ذهن منه، خدا بیامرزتش، جاش خالی روحش شاد. خیلی ازت ممنونم. آقای لاله‌گون، آقا امروز چه اتفاقی شما به عنوان یکی از مربی تیم ملی مسابقه رو چطور دیدین؟ آقای حاتمی که حالا نظرشون رو گفتن. مسابقات کیفیت خیلی بالایی داشت. به هر حال چکیده پرشنگا و تیم ملی اومدن شرکت کردن. درسته. کمیتی یه خورده مشکل داشتیم که حالا اونم بتونیم دلایل خاصی خودش رو ان شاء الله دو سال دیگه این برطرف بشه و این مسابقات اوزاد خیلی باشگویی در بیاد. ان شاء الله ان شاء الله. اینم آقای مجید امانی پر انرژی که نگاه نکنید انقدر ساکته. بنده پنج نفر پاش میرسه انرژی میذاره. سلامت باشید. صدامون میرسه به اون. بله آقا خیلی هم عالی. چه خبر؟ شکر خدا. شما چطور ارزیابی کردی با تجربه‌ای که داری مسابقه امروز رو؟ بیلدینگو چطور دیدی اساسا امروز؟ چیزی که عیان است شهادت به بیان است. همه میدونن که از نظر تعداد و کمیت استقبال خوبی نشد. درسته. اما کیفیت بالایی داشت و به نظر من این بهتره. شما تصور کن که 40 نفر توی دسته بیان. درسته. در آخر 5 تا فینالیست میخواد بیاد. آره. 35 نفر ناراضی ناراحت. درسته. این ملاک نیست حتما 40 نفر بیان. درسته. اونجوری خطا توی داوری هم زیاد میشه. درسته. یا 5 نفر اومدن اما واقعا اختلاف نفر اول و پنجم خیلی کم بود. کم بود. به نظرت حالا اگر این مسابقه ادامه پیدا کنه، یعنی هر سال برگزار بشه، میتونه جا بیفته تو منطقه؟ 100%. اونتا خب یه سری ایرادات هم وارده. مثلا لوکیشن برگزاری به نظر من اگر تهران باشه خیلی بهتر میشه. اگر فاصلش با مسابقه کشوری حدودا 3-4 تا یه هفته باشه باز خیلی بهتره. و اینکه از این ثبت نام رو پایین تر بیارن حتما استقبال بهتری. یعنی یه جورایی بومینگریش بیشتر باشه، به جیب و وضعیت بچهای خودمونم نگاه کنن، حداقل ما تو میزبانی امتیاز بیشتری داشته باشیم. خیلی عالی. حسن گلستانه، حسن آقا چطوری؟ خوبی؟ داور مارشال بودی دیروز و امروز. بعد محمد تبریزی یه جاهای آقای پاول اعتراض میکرد به بحث اون مارشال یا کاری که ورزشگاه رو میکردن. فکر میکنی این علتش چی بود امروز؟ ببینید صحبت که آقای پاول میکردن وارد بود بخاطر اینکه ما بالا خیلی ورزشگاه چون من معلوم میکردم براشون که چه کاری باید انجام بشه، چه شماره باید عوض بشه. بعضی اوقات توی فیگورها چون من حس میکنم یه ذره برداشت کارا میتونم بگم حق داشتم بخاطر اینکه باید به نظرم قبلش یه سمینار یه چیزی رو میذاشتم، یه هماهنگی میشه، یه مروری میشه، نه اینکه مثلا روی استیج باشه. ولی در کل یه چیزی عرض کنم خدمتتون، ورزش کارا رژیم من خوب بالاخره همه ما خود من بقیه بچه‌ها رژیم گرفتیم، میدونید چقدر سخته و اونجا چقدر هیاهو و استرس و اینا هست. من به خیلی از ورزش کارا گفتم واقعا متوجه نمی‌شدن. نمی‌شیدن. صدام صدای استیج مسابقه نبود، بیشتر صدای کنسرت بوده. یعنی حجم صدا و نوع پخش صدا اون به اصطلاح دسیبلی که داشت خیلی موقع مانع میشد همه بشنون. بله. چند بار خود آقای فیلبورن هم اعتراض کرد به این قضیه. ولی خب حرف اصلیش این بود، میگم من 6-7 تا سمینار اومدم، کلی داور اینجا مدرک گرفتن، من چندین بار مثلا مسابقه برگزارم بچه اومدن بیرون، چرا الان مثلا پاهاشون رو فیت نمیکنن؟ بله. یا مثلا وقتی میگه ترن تو دی رایت هر کی یه طرف داره چیز میکنه. بعدم متاسفانه مشکلی بود که من حتی بعضی وقتا مجبور میشدم که دستامو به هم بزنم که بشنوم، که این دوستان متوجه بشن. در صورتی که مثلا 4-3-2-1 آره. اینه که تمام سعیمونو کردیم، خیلی از دوستان متوجه میشدن. از وقتی میخواستم بیان من بهشون توضیح میدادم که
بچه شما که دارید میاد لطفا دقت کنید به حرفا که ما داریم میزنیم اینا. ولی متاسفانه موقع استیج بزرگی بود ولی دو تا ایراد داشته که داورا خیلی پایین بودن، یکی نور تنظیم نبود خطش. به نظرم اگه همچین استیجی رو جای دیگه با این عرض داشته باشیم دقیقا مثل مستر اولمپیا بود دیگه، خیلی عریض بود، خیلی خوب میشه برای بچه ها موقع رقابت. استاندارد استیج خودتون میدونه دیگه 80 سانته. بله خب میگم این مال کنسرت بود، بیشتر برای شو بود تا برای رقابت. آره اینه و یه ذره به خاطر اینکه دید داوری هم یه ذره سخت‌تر میشه، آره. هرچی بالاتر باشن زاویه دید عوض میشه. کسی که شاید مثلا میخوان در واقع مکتب بایسپس دارن مثلا یه جو فوتو از پشت میخوان بگیرن باید خیلی به خودشون رو تمرین کنن تا دیده بشن. آره اینم یه آقای مرسی حسن جان. جانم داشتم مسابقات کشوری همین سالون بود. بله اگر خاطرتون باشه آقای جبلی به محض ورود اعتراض کرد. بله اون ویدیو هم وایرال شد با آقای رامک عبادی اعتراض می‌کرد که باید صندلی داوره رو بیارید بالا. اصلا به نظرم باید یه نیم متر زیر جاج به سلون پنل داوری میمد بالا از کپ، حداقل سرش هم سطح استیج میشد دیگه. ببین بعد میدونی ما هر سالی مشکل داریم، عکاس، فیلمبردار، خبرنگار، داور مارشال، داور پوینت، همه توی همدیگه این، نه تصویر خوب میشه در آورد، چی میگن اصلا تداخل ایجاد میکنه یه موقعی. موافقم. خب آقای نوترکیه سوال داشتم تو دسته اگر اشتباه نکنم 100 کیلو ما یه شرکت کننده داشتیم از همدان، درسته؟ 100 بود یا 95 بود که توی چیزم مقام آورد؟ خدایا 90 بود. آره آقا بابک، آره خیلی هم مظلوم و با ادب و خوش اخلاق، اصلا صداش هم رو استیج در نمیاد. امروز تو رقابت بود درسته؟ چندم شد؟ شرایطش به آمادگی 100 درصد رسیده بود؟ آره خوش بود بابک از نظر بدنی، ولی خب میشه گفت شما چیزی دیگه. بله تنها وزنی که 7 نفر بودم هم کامل بود، همه هم آماده. آره همه هم بدنهای خوبی بود. آره نفر اول کسی بود که از 95 اومده، آره 95 اومده، 95 اومده مدودم تو اون دسته. وزنش بود ولی خب برای حتی قهرمان دسته 90 کیلو ارومیه چهارم شد تو برد. آره اصلا امروز یه شخ میخورد داستان. اصلا نفر اول تا هفتم شد بگم خیلی کم بود. درسته. راستی آقا میلاد امروز احسان خواجه‌بند اول شد دوباره، دیدی؟ حقش رسید. تو کشوری هم بخواییم درست نگاه کنیم همین حقش بود، اما به خاطر اینکه یه مقدار سختگیری شد، سختگیری بیشتر شده بود، حساس‌تر به ژینیکوماسی نگاه میکردن و دیدید که آقای فان ژینیکوماسی نداره، فرم سینه‌اش هم اینه. آره تو کنگره‌ای که آقای پاول با آقای جبلی گذاشتن اینو بیشتر کردن به داورا و دیدیم که داوری امروز خیلی بهتر شد و بدون اعتراض. آخه اصلا احسان قهرمان جهان بود، من تعجب کردم گفتن ژینیکو واقعا جز معدود قهرمان های سبک وزن ماست که همیشه هم مشاله با این سن آماده است. این نعمتیه خدایی. آره بود من تو کشوری هم بودم بودم دیگه واقعا دارم سخت گیری میکنم، احسان دیگه همه میشناسم بدنشو خودشو، کسی نیست که بخواد بره اووردوز بکنه یا اون ندونستم میفهمم این مصرف، آره که بخواد خودشو خراب کنه پاهن منفی بگیره. خدا رو شکر خیلی ازتون ممنونم، مرسی که تو این گفتگوی ما شرکت کردید.